پنج بازی ها علف تعریف بازی رشته ای از تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا حصول به نتیجه پیش بینی شده و کاملا مشخص پیش می رود و جریان پیدا می کند یعنی هر بازی رشته ای تبادل مشخص و غالبا تکراری است با ظاهری قابل قبول و دارای انگیزه پنهانی یا به زبان آمیانه تر حرکت است یا دام یا کلک بازی ها به دو دلیل کاملا مشخص از ربیه ها و مناسک و وقت ها قابل تشخیص و متمایزند اولا به دلیل نهفته بودنشان و ثانیا به این دلیل که برد دارند ممکن است رویه ها موفقیت آمیز، مناسک مؤثر و وقت گذرانی ها سودمند باشند. اما تمام آنها بنابر تعریف روشن و آشکارند. ممکن است رقابتی در آنها وجود داشته باشد. اما از درگیری اثری نیست و پایان آنها نیز ممکن است با احساسات شدید توأم باشد. ولی تکان دهنده و هیجان انگیز نیستند از طرف دیگر هر بازی اساسا با نیرنگ توأم است و کیفیت پایان کار هم به جای اینکه فقط تحرک پذیر باشد تکان دهنده است اینک فقط لازم است بازی ها را از یک نوع رفتار اجتماعی دیگر که هنوز مورد بحث قرار نگرفته تمیز دهیم عمل یک تبادل ساده یا رشته تبادل های شده است که به منظوری خاص انجام می گیرد. اگر شخصی از شخص دیگر تقاضای تأیید کند و درخواستش برآورده شود، یک عمل انجام گرفته است. اگر شخصی از شخص دیگر تقاضای تأیید کند و درخواستش برآورده شود و سپس آن تأیید بر ضد تأییدکننده کننده به کار گرفته شود یک بازی انجام شده است بنابراین بازی ظاهرا شبیه رشته ای عمل است اما پس از برد معلوم می شود که این اعمال در واقع رشته ای ترفند بودن نه درخواست های صادقانه بلکه حرکاتی در یک بازی مثلا در بازی فروشنده بیمه صرف نظر تمام کارهایی که عامل انجام می دهد و حرفهایی که میزند بازیگر اگر سخت کوش باشد هدف نهایی از جلب مشتری است و اگر مرد کار باشد چیزی که می خواهد به اصطلاح زدن به قلب هدف است در مورد بازی مستقلات یا بازی پیجامه و سایر اشتغالاتی از این نوع و از به همین منوال است بنابراین در یک گرد اجتماعی یک فروشنده در حالی که سرگرم وقت گذرانی است به خصوص از نوع ترازنامه شرکت تمام ایار او ممکن است در ماهرانه ای باشد جهت بیرون کشیدن اطلاعاتی که به دلیل حرفش به آن علاقمند است دهها مجله مربوط به حرف و فنهای مختلف وجود دارد که به تبیین این گونه ترفندها در معاملات و تشریح جزئیات بازی و نقش افراد می پردازند. آملان سبردستی که به نحو غیر معمول معاملات کلان انجام می دهند. در رابطه با مبحث تبادل، این نکات اصل مطالب مجلات ورزشی را تشکیل می دهند. در مورد تبادل های زاویدار، یا بازی هایی که کاملا آگاهانه و با دقت حرفه‌ای تحت نظارت بالغ و به منظور حداکثر برد تحریزی می شوند بازی های شیاد بزرگ که از اوایل قرن بیستم در آمریکا رونق فراوانی یافتند از نقطه نظر تحریزی دقیق عملی و استعداد عالی روانشناسی بهترین و بی‌نظیرترین نمونه‌ها هستند. آنچه در اینجا مورد توجه و مطالعه ما قرار دارد بازی های ناآگاهانه است که مردم عادی و بیگناه بازی می کنند و با تبادل های مضاعف درگیر می شوند که خود از وجود آنها کوچکترین اطلاعی ندارند حالانکه همین تبادل هاست که مهمترین جنبه های زندگی اجتماعی را در سراسر سر دنیا تشکیل می دهد بازیها ها به خاطر خاصیت پویایشان به سهولت از بارزخورت های ایستای محض که منبعث از اتخاذ یک وضعیت روحی است قابل تمیزند. استفاده از کلمه بازی نباید ما را دچار اشتباه کند به طوری که در مقدمه شهر داده شد منظور از بازی الزامن تفریح یا حتی لذت نیست بسیاری از فروشندگان کارشان را لذت بخش نمی دانند و این را آرتور میلر در نمایشنامه مرگ یک فروشنده به خوبی نشان داده است. شوخی هم در کار نیست. امروزه بازی های فوتبال بسیار جدی تلقی می شوند ولی نه به اندازه بازی الکلی یا تجاوز در سه. این منطق در مورد واژه بازی کردن نیز صدق می کند. و این را هر کس که برای مدتی مدید قماربازی یا بورسبازی کرده است می تواند گواهی دهد. امکان وخامت عواقب اجتماعی بازی ها و بازی کردن و نتایج احتمالی آنها از دیده انسان شناسان پوشیده نیست. پیچیده ترین بازی شناخته شده تا کنون بازی درباری در کتاب سومه پارم اثر استاندل است. منظور کند مونسا اشراف ساده در است که تحور و سراحت شکفتنگیز و او در سخن گفتن و ترس از رنجاندن ولی نعمتش حدی ندارد و عشق نومیدانه او به دوش سانسوریا از خلال بسیاری از سخنان تند و پرشورش آشکار می شود. در کتاب سومه پارم اثر استاندل است که در آن جدی بودن و حتی مرگبار بودن یک بازی به خوبی نشان داده شده بیرحمانه ترین بازی ها هم البته جنگ است به یک بازی نمونه رایجترین بازی بین زن و شوهرها به زبان آمیانه اگر به خاطر تو نبود نام دارد و ما از این بازی به عنوان الگویی برای توصیف ماهیت کلی بازی ها استفاده می کنیم. خانم وایت شکبه داشت که شوهرش و های اجتماعی او را شدیدا محدود کرده به طوری که او هیچگاه رقصیدن یاد نگرفته است بعدها به خاطر تغییراتی که ضمن معالجات رواندرمانی خانم وایت در بازخورد او پیش آمد شوهرش بالاخره از سختگیری زیاد منصرف شد و تا حدی به زنش آزادی داد در نتیجه خانم باید با کسب آزادی بیشتر هیته فعالیت خود را گسترش داد و در یک کلاس رقص نام نویسی کرد ولی بعد در نهایت نامیدی متوجه شد که از میدان رقص حراسی بیمارگونه دارد و مجبور شد این برنامه را کنار بگذارد این ماجرای اصفناک آن با نمونه های متعدد و مشابهش که قبلا اتفاق افتاده بود ناگهان بعضی از جنبه های ساخت ازدواج خانم وایت را مقابل چشمانش به رهنه و آشکار ساخت از میان تمام خاصگارانی که در منفبان جوانی باید این مرد مستبد و سلطگر را انتخاب می کرد و آن وقت در وضعیتی قرار می گرفت که مدام فکر و ذکرش این باشد که اگر به خاطر تو نبود هر کاری می توانستم بکنم بسیاری از دوستانش هم که شوهرهای مستبد داشتند صبحا ضمن صرف قهوه با خانم وایت دور هم می نشستند و ها به بازی اگر به خاطر او نبود می پرداختند با وجود این به طوری که بعدها به خانم وایت ثابت شد به رغم تمامی اعتراضهایش در تمام آن سالها شوهر او در واقع با من کاری که زنش از آن وحشت داشت به او خدمت کرده بود تا به عمق ترسهای درونیش آگاهی پیدا نکند و این خود در حقیقت یکی از دلایلی بود که کودک درون زن ناآگاهانه آقای وایت مقتدر را به عنوان شوهر انتخاب کرده بود اما موضوع به همین سادگی ها هم نبود. ممانعت شوهر و اعتراض های مداوم زن غالبا به مشاجره منجر می شد و در نتیجه زندگی جنسی آنان نیز دچار اختلال شده بود. آقای بایت به خاطر احساس گناه مستبد بودن اغلب هدیه های گرانبه های برای زنش می خرید که البته در غیر این صورت خریداری نمی شدن. و به همان نسبت که بر میزان آزادی ها افسوده می از هدایا کاسته می گردید. حالا او و شوهرش گذشته از مسائل خانه و زندگی و بچه ها وشه مشترک اندکی داشتند و مشاجراتشان بزرگ و مهم جلبه می کرد و عمدتا در این گونه موارد آنها بیش از دو سه کلمه خیلی ضروری با هم حرفی نمی زدن. به هر صورت زندگی زناشویی به خانم وایت ثابت کرده بود که باید همان عقیده همیشگیش را حفظ کند که تمام مردها ظالم و مستبدند به طوری که بعدها معلوم شد این طرز بازخور ناشی از خواب و خیارهایی درباره کچفعلی های جنسی بود که چون تا اون بر سالهای اولیه زندگی او سایه انداخته بود برای تشریح این بازی با واجه های عمومی راههای مختلفی وجود دارد بدیهی است که این بازی به زمینه گستردهای از پویاشناسی اجتماعی تعلق دارد واقعیت اساسی این است که آقا و خانم واید با ازدواجشان این فرصت را پیدا کردند که در بسیاری از مسائل با هم ارتباط داشته باشند و این فرصت را می توانیم برخورد اجتماعی بنامیم و این واقعیت که آنها از این فرصت استفاده می کنند در حقیقت خانه آنها را تبدیل به یک واحد گرد همایی اجتماعی می کند و از این نظر درست برعکس مسافرت با قطار یا اتوبوس است که مردم با هم تماس مکانی دارند و به ندرت سودی از این فرصت نصیبشان می شود. و ارتباط آنها به منزله یک گرد همایی اجتماعی است نفوذی که خانم و آقای وایت بر یکدیگر دارند و اکسل حملهایشان نسبت به هم یک کنش اجتماعی را تشکیل می دهد. در علوم دیگر نیز درباره این کنش اجتماعی از نقطه نظرهای گوناگون تحقیقاتی شده است ولی چون در اینجا تنها تاریخ شخصی افراد و پویاشناسی روانی افراد مورد نظر است برخورد ما جنبه رواندرمانی اجتماعی دارد و درباره سالم بودن بازیها قضاوت زمنی خواهیم کرد این بحث با مطالعات جامع شناسی و روانشناختی اجتماعی که بیشتر به طبیعت فرد و کمتر به بازخورد او توجه دارند متفاوت است روان درمانی این حقیقت را برای خود محفوظ می دارد که مثلا بگوید کمی صبر کن در حالی که در مورد سایر علوم چنین نیست تحلیل تبادل رفتار یکی از رشته های روانشناسی اجتماعی است و تحلیل بازی ها یکی از جنبه های تحلیل تبادل تحلیل علمی بازی ها موارد به خصوصی را که در موقعیت های خاص ظاهر می شوند بررسی می کند. تحلیل نظری بازی ها در طبقه بندی و خلاصه کردن تمام بازی های گوناگون تا بتوان هر یک از آنها را در قالب فرهنگیشان و مستقل از محتوایی که در لحظه وقوع دارند مورد مطالعه قرار داد. تحلیل نظری بازی اگر به خاطر تو نبود را در ردیف بازی های ازدواج طبقه بندی می کند و خباس آن را به نحوی ارائه می دهد که در مورد هر زن و شوهر صدق کند چه در کلبهی در جنگل های آمازون و چه در مجلل ترین آپارتمان های نیویورک زندگی کنند و خواه در مورد جشن ازدواج فرزند بزرگشان بحث کنند خواه در مورد مشکلات مالی جهت تهیه جهیزیه و چوب ماهیگیری برای هدیه به پرزندشان و البته صرف نظر از درجه خشونت یا زرافت حرکاتی و کلمات که بین زن و شوهر رد و بدل می شود گسترش یک بازی خاص در یک جامعه به خصوص در حوزه مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی است تحلیل بازی به عنوان بخشی از رواندرمانی اجتماعی تنها به وقوع بازی ها علاق است و تعداد دفعات وقوع آنها را کاری ندارد بچه تمایز کامل نیست ولی فرق کلی را می توان به مسابه فرق بین بهداشت عمومی و طب داخلی دانست اولی علاقمند به جلوگیری از شیوع مالاریا در حالی که دومی به مطالعه علل پیدایش آن می‌پردازد چه در های آمازون و چه در مانهاتان نیویورک در حال حاضر طرح ارائه شده زیر وسیله مفیدی برای تحلیل نظری بازی ها تشخیص داده شده است بیشک هرچه اطلاعات ما بیشتر شود این طرح تکمیل تر می شود به طوری که نمونه های بیشتری از یک بازی را می توان کشف و جمع کرد اولین شرط لازم آن است که تشخیص دهیم آیا رشته ترفندهای های به خصوص اساس کار یک بازی را تشکیل می دهند یا نه زمنان وجوه مشخصه هر مجموعه باید با دیگران متمایز باشند بعضی از جنبه ها اهمیت اساسی دارند سپس این مجموعه ها تا جایی که دانش فعلی اجازه می دهد تحت عنوان هایی که دارای مفهوم و ارزش مطالعاتی هستند طبقه بندی می شوند و تحلیل از یک دیدگاه و یک طرف که در اینجا خانم وایتس انجام می گیرد تز این توصیف عمومی بازی است که شامل تسلسل رویدادها در سطح اجتماعی و اطلاعاتی درباره پیشینه روانی و تکامل تدریجی و اهمیت آن در سطح روانشناختی می باشد. در مورد بازی اگر به خاطر تو نبود از نوع بازی های ازدواج جزئیاتی که در چند صفحه گذشته ارائه شده کفایت می کند. آنتیتیز این فرضیه که تسلسل چند رویداد اساس یک بازی را تشکیل می دهد اصل مسلمی نیست مگر اینکه وجود آن ثابت و تایید شود این اثبات و اعتبار به وسیله امتناع از بازی یا از طریق حسب برد صورت میگیرد. گیرد به عبارت دیگر فرد مقابل از بازی خودداری می کند. آنگاه طرف طبعا تلاش های شدیدتری برای ادامه بازی از خود نشان می دهد. در صورت خودداری سرسختانه فرد فرد مقابل از بازی طرف دچار نومیدی می شود که از بعضی جهات شبیه چبیه افسردگی است. ولی در واقع با هم متفاوتند. حالت نومیدی از افسردگی شدیدتر و با محرومیت و بخت همراه است مثلا ممکن است با حمله گریه های گیش کننده بروز کند در پی درمان بالینی موفقیت آمیز این حالت ممکن است به زودی به خنده و شوخی تبدیل گردد که به معنای تحقق بالغ است باز هم خراب کردم بنابراین نومیدی به بالغ مربوط می شود در صورتی که افسردگی تحت اختیار کودک است امیدواری و شوق یا ابراز علاقه به زندگی که فرد را احاطه کرده است نقطه مقابل افسردگی است خنده نقطه مقابل نومیدی است بنابراین خاصیت لذت بخش درمان به وسیله تحلیل بازی ها واقعیت پیدا می کند آنتیتز یا عکس قضیه اگر به خاطر تو نبود رهایی یافتن از آن است تا وقتی شوهر مند کننده است بازی می شود ادامه داشته باشد اگر به جای جرأت نمی کنی بگوید برو بکن ترس ها سا ساهر می شود و مانند مورد خانم باید زن دیگر نمی تواند مدام به شوهرش بپرد برای درک هرچه بهتر هر بازی باید آنتیتز را شناخت و تأثیر آن را در عمل نشان داد هدف به سادگی مقصود کلی بازی را بیان می کند هدف بازی اگر به خاطر تو نبود ممکن است صورت به خود اطمینان دادن موضوعی نیست که من می ترسم او میگذارد گذارد یا حالت دفاعی داشته باشد موضوعی نیست که من سعی نمی کنم او مرا عقب می کشد عمل اطمینان دادن به خود توضیحش آسانتر می نماید و بیشتر منطق با نیازهای احساس امنیت در زن است بنابراین هدف از بازی اگر به خاطر تو نبود را می توان اکثرا مطمئن ساختن خود تلقی کرد نقش ها چنانچه پیش از این اشاره شد حالات من یعنی والد، بالغ و کودک نقش نیستند بلکه پدیده های شخصیتند بنابراین باید موضوع حالت من و نقش های یک بازی را مطلقا از هم متمایز سازیم بازی ها را می بنابر نقشهایشان هایشان دو نفره، سه نفره یا چند نفره توصیف کرد حالت من هر بازیگر گاهی با نقش بی در بازی یکسان است و گاهی هم نیست اگر به خاطر تو نبود بازی دو نفره و منحصر به دو نقش است زنی محدود شده و شوهری سلطه‌گر زن ممکن است نقشش را به صورت بالغ دوراندیش بازی کند زن ممکن است نقشش را به صورت بالغ دوراندیش بازی کند بهتر از هرچه میگوید بکنم یا به صورت کودک زودرنج و بدخورب اصلا نمیخواهم اصلا نمیکنم. شوهر سلطگر هم ممکن است خود را در سطح بالغ نگاه دارد بهتر از هرچه میگویم بکنی یا ممکن است زیرکانه در نقش والد خیرخواه ظاهر شود به صلاح تو سرکاری که من میگویم انجام دهی پویا شناسی طرق مختلفی برای بیان پویایی شناسی روانی هر بازی وجود دارد به هر حال مفهوم ساده پویا شناسی روانی را می توان در بیانی جامع و قابل فهم و مفید از موقعیت خلاصه کرد با این تعریف بازی اگر به خاطر تو نبود بهترین توصیف از منشأ ترسهای بی جهت خانم وایت است مثالها چون سرمنشه هر بازی دوران طفولیت یا اشکال اولیه دوران کودکی آن برای مطالعه سودمند است شناسایی چنین طرحهایی برای تعریف درست هر بازی ارزش فراوان دارد واقعیت این است که بازی اگر به خاطر تو نبود همانقدر که وسیله بزرگ سالان بازی می شود به وسیله بچه ها نیز بازی می شود با این تفاوت که در شکل کودکانه آن والدین سختگیر جای شوهر سلطگر را می گیرند نمونه عالی تبادلی تحلیل تبادل یک موقعیت نمونه به نحوی ارائه می شود که سطوح اجتماعی و روانی یک تبادل نهفته تشریح گردد. بازی اگر به خاطر تو نبود در نمایشی ترین شکل خود در سطح اجتماعی به صورت والد کودک بروز می کند. آقای وایت در خانه بمان و به کارهای خانه برس. خانم وایت اگر به خاطر تو نبود من می توانستم بروم بیرون و کارهایی را که دوست دارم انجام دهم. در سطح روانی قرارداد نهفته ازدواج این ارتباط به شکل کودک کودک و کاملا متفاوت است آقای وایت وقتی من می آیم خانه تو همیشه باید خانه باشی من از تنهایی وحشت دارم خانم وایت اگر تو کمکم کنی که وضعیت های ترسناک پیش نیاید من خانه می مانم. حرکات حرکات یک بازی کم و بیش برابر است با نوازش های یک منسک, با... یک منصک. بازیگران بازی روانی مانند بازیگران سایر بازی ها با تمرین بیشتر مهارتشان بیشتر می شود و هرچه حرکتشان مقاصد بیشتری را ابراز می دارد دوستی های خوب و زیبا معمولا بر این اساس است که بازیگران رفتارشان را با چنان کامبخشی و مسرتی موافق دیگری می سازند که با کمترین کوشش عالیترین نتیجه از بازی به دست می آید. با حسب بعضی از حرکات ای و محتاطانه یا اجباری می توان به نهایت درجه ظرافت در دوستی رسید. توان و زمانی را که صرف این گونه ترفندهای تدافعی می شود می توان متقابلا در جهت بهبود و تجلی بخشیدن به روابط به کار برد تا هم برای طرفین بازی و هم برای نظار کنندگان مایه خوشحالی بیشتری شود یک شاگرد خوب به زودی متوجه حداقل حرکات اساسی مورد نیاز بازی می شود بازیگران به تناسب احتیاجات و استعدادها و مقاصدشان موجب شاخ و برگ گرفتن و افزایش این حرکات اساسی میشوند چارچوب اصلی اگر به خاطر تو نبود چنین است یک دستور اطاعت خانه بمان چشم دو دستور اعتراض خانه بمان اگر به خاطر تو نبود امتیازها امتیازهای کلی هر بازی اعمال تثبیت کننده یا نیروی ساکن آن است نیروی ثابت زیستی انسان به وسیله نوازش غنی می شود و ثبات روانی در اثر تهیید وضعیت روحی تجدید قوا می یابد که قبلا اشاره شد نوازش به شکل های گوناگون صورت می گیرد به طوری که امتیازهای زیستی هر بازی را می توان شرایط لمسی و تماسی دانست بدین ترتیب نقش شوهر در اگر به خاطر تو نبود یادآور یک تودهنی یا با پشت دست است که با سیلی کپ دست که تحقیری آشکار است فرق دارد و پاسخ زن هم به لگدی لجوجانه به ساق پا بیشباهت نیست بنابراین نفع زیستی حاصل از بازی اگر به خاطر تو نبود از مبادلات لجوجانه طرفین به دست می آید که طریقی است اسفناک اما به هر حال موثر برای حفظ سلامت با عصبی تأیید وضعیت روحی زن که عقیده دارد تمام مردها مستبدند امتیاز وجودی است این وضعیت واکنشی است در مقابل احتیاج به تسلیم شدن و جزئی از ترسهای بیجهت درونی است که نمایانگر ساخت ضمنی نهفته در تمام بازی هاست به عبارت روشنتر اگر من تنها به میدان مردم بروم ممکن است اقوای این ترس ها مرا مجبور به تسلیم کند در خانه تسلیم نمی شدم. او به من فشار می آورد و این دلیل آن است که تمام مردها مستبد و ظالم لذا این بازی عموما به وسیله زن‌های اجرا می شود که از احساسهای غیرواقعی رنج می برند. و نمایانگر عدم توانایی آنها در تسلط بخشیدن به بالغشان در موقعیت های آکنده از اقواست توضیح جزئیات این سازوکار مربوط به روانکاویس و به تحلیل بازیها ارتباطی ندارد در تحلیل بازیها تنها نتیجه نهایی حائز اهمیت است امتیاز روانی درونی بازی اثر مستقیم آن بر لیبیدو است در مورد اگر به خاطر تو نبود پذیرفتن نظر و مقام شوهر زن را از تجربه ترسهای عصبی مسون نگه میدارد در این حال نیازهای آزارپذیری او را نیز اگر وجود داشته باشد برآورده میسازد نه به صورت پذیرش آزار که جنبه انکار نفس دارد بلکه به مفهوم شناخته شده هیجان جنسی از راه محرومیت و تحقیر و رنج یعنی محروم شدن و تحت سلطه شوهر قرار گرفتن او را به هیجان می آورد. امتیاز روانی برونی آن پرهیز از موقعیت تعصابر از طریق تبسل به بازی است که بخصوص در مورد اگر به خاطر تو نبود بارز است و در آن این امتیاز محرک عمده به شمار می آید با تسلیم شدن در برابر دستورهای شوهر سلطگر زند خود را از موقعیتی که همیشه از آن می ترسیده برحضر می دارد امتیاز اجتماعی درونی به وسیله نام بازی و در جریان آن در محدوده خصوصی فرد مشخص می شود. زن با تسلیم خود این حق را پیدا می کند که بگوید اگر به خاطر تو نبود من حالا اله و بله. این بازی به زن فرصت می دهد ساخت زمانی را که باید با شوهرش بگذراند تکمیل کند، و این به خصوص در مورد خانم وایت خیلی قوی است چون آنها چه قبل از آمدن بچه ها و چه بعد از آن که بچه ها از آب و گل در آمدن علاقه مشترک زیادی نداشتند. در آن دوران بازی به ندرت یا حدت خیلی کمتری اجرا می شد زیرا بچه ها با کارهای خودشان ساخت زمان را برای پدر و مادرشان تکمیل می کردند و زمنان مواد ای برای انواع مختلف بازی دلخواه مادرشان فراهم می کردند. از نوع زن پرمشغله خاندار ولی این واقعیت که زنهای جوان در حقیقت خیلی کار و سرگرمی دارند تحلیل این بازی را تغییر نمی دهد. در اینجا هدف از تحلیل بازی یافتن پاسخی است خالی از تعصب به این سوال که وقت زن جوان مشغله های زیادی دارد چگونه میتواند از این مشغله ها فایده ای ببرد امتیاز اجتماعی برونی بازی کاربرد آن در های اجتماعی خارج از محدوده خصوصی فرد است در مورد اگر به خاطر تو نبود که حرف زن درباره شوهرش است این بازی می شود به شکل وقت گذرانی با دوستان وقتی همه برای صرف قهوه نشستند تحت عنوان اگر به خاطر او نبود اجرا شود در اینجا نیز تأثیر بازی ها در انتخاب دوستان و مصاحبان اجتماعی نشان داده شده است از همسایه جدیدی که به صرف قهوه دعوت شده به طور زمینی خواسته می شود که در وقت گذرانی اگر به خاطر او نبود شرکت کند اگر بازی کند مراد برآورده شده است و به زودی او هم در صورتی که هماهنگی های لازم را داشته باشد مانند یکی از یاران قدیمی می شود اما اگر بازی نکرد و خاص نسبت به شوهرش دلسوزی نشان دهد از دور خارج می شود به همین ترتیب اگر در مهمانی ها همرنگ جماعت نشود در این محافل هم دوام نمی آورد و اسمش از سیاهی مهمان ها خط می خورد این خلاصه تجزیه و تحلیل ویژگی های بازی اگر به خاطر تو نبود را کامل می کند برای توضیح بیشتر در مورد جریان عملکرد بازی ها پیشنهاد می شود که خواننده به تحلیل بازی چرا فلان کار را نمی کنی آری ما که از رایشترین بازی های اجتماعی در سطح مهمانی ها و جلسات انجمن ها و گروه های روانکاویز رجوع کنند. ج پیدایش بازی ها از دیدگاه جامعه کنونی پرورش طفل یعنی مراحل آموزش بر این مبناست که بچه باید چه بازیهایی را یاد بگیرد و چگونه بازی کند رویه ها و مناسک و وقت های مناسب با وضعیت و موقعیت اجتماعی طفل در حال رشد نیز به او آموخته می شود. اما اینها از اهمیت کمتری برخوردار است در شرایط مساوی دانش و مهارت طفل در انجام دادن رویه ها و مناسک و وقت گذرانی ها تعیین کننده فرصت هایی است که در زندگی به وی ارز خواهد شد اما بازی های طفل معیار استفاده او از فرصت هاست بازی های مورد علاقه طفل همانند پیشنویسی برای زندگی و یا نقشه ناخداگاه زندگی وی و نهایتا تعیین کننده خطوط سرنوشت او موفقیتش در ازدواج در شغل و شرایط محیط و مرگش خواهد بود پدران و مادران در عین حال که وقت زیادی را صرف پرورش بچه های خود در زمینه تعلیم رویه ها و مناسک و وقت های مناسب با شرایط زندگی آنها می کنند و با انتخاب مدرسه و دانشگاه و عبادتگاه های مناسب چنین تبلیغاتی را در آنها تحکیم می بخشند موضوع بازی ها را نادیده میگیرند. گیرند حال آنکه در واقع بازی ها ساخت اصلی و تهیج کننده پویایی شناسی خانواده ها هستند بچه ها حتی از ماهای اول زندگی با بازی ها روبرو هستند و آنها را تجربه می کنند سالهای مربوط به این زمینه هزاران سال است که اغلب به طور گذرا و بیهیش روش معینی مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است در سالهای اخیر بحثهای محدودی در کتب رشته روانپزشکی اصلاحی مطرح شده است اما بدون توجه اصولی به مفهوم بازی ها امکان مطالعه بنیادی در این رشته وجود ندارد و فرضیه های پویایی شناسی روانی درونی اشخاص تا کنون در حل مسائل ارتباطی انسان ها موفقیت رضایت بخشی نداشته است. موقعیت هایی از تبادل وجود دارد که مستلزم فرضیه های پویاشناسی اجتماعی است و تنها با توجه به انگیزه های شخصی قابل هر نیست. از آنجا که امروز تعداد روانشناسان و روانپزشکانی که در رشته تحلیل بازی ها نیز تخصص دیده باشند زیاد نیست، تحقیقات و تجربیات در زمینه پیدایش بازی ها اندک است، خوشبختانه ماجرای زیر در حضور یک متخصص مجرب تحلیل تبادل به وقوع پیوست تانجی هفت ساله هنگام صرف شام دچار دلدرد شد و خواهش کرد که به وی اجازه دهند از سر سفره کنار برود پدر و مادرش به او پیشنهاد کردند برود کمی دراز بکشد در این وقت مایک برادر سه ساله نیز گفت من هم دلدرد دارم با این انتظار که به او نیز همان اجازه داده شود پدرش به او نگاهی انداخت و گفت تو که نمیخواهی بازی در بیاوری مایک زد زیر خنده و گفت نه اگر اعضای خانواده آدمهای شکمویی بودند مایک هم پورن به رخت خوابش فرستاده میشد و اگر مایک و پدر مادرش این کار را چند بار تکرار میکردند میشد فرض کرد که این بازی بخشی از شخصیت مایک خواهد شد همانطور که اغلب با همکاری والدین چنین می شود. در آن صورت مایک هر وقت به خاطر امتیازی که به رقیبش داده میشد حسادت می کرد خودش را به مریضی میزد تا او نیز چنین امتیازی کسب کند بنابراین ترکیب تبادل نهفته او چنین میشد سطح اجتماعی من حالم خوب نیست سطح روانی باید به من امتیاز بدهید اما مایک از این تندروی مالخویایی مالخویای نجات پیدا کرد شاید در آینده او سرنوشت بدتری پیدا کند اما آن دیگر به این موضوع مربوط نمی شود موضوع این است که در مرحله شکلگیری و رشد بازی با یک سوال پدر و جواب صادقانه پسر در جا در هم شکسته شد و پسر اعتراف کرد که این یک بازی است این به روشنی نشان می دهد که بازی ها را کودکان به طور عمدی آغاز می کنند. پس از آن که هر بازی طرح ثابتی از انگیزه و پاسخ پیدا کرد سرمنشه آن در اثر مرور زمان فراموش می گردد و طبیعت آن در غبارهای زندگی اجتماعی گم می شود. اما این هر دو را می توان طی مراحلی به عرصه آگاهی آورد. سرمنشه آن را به وسیله نوعی تحلیه درمانی و جنبه های برونی آن را به وسیله آنتیتز تجربیات بالینی مکرر در این زمینه ها نشان داد که بازیها دارای ماهیت تقلیدی هستند. بدین معنا که از ابتدا به وسیله جنبه بالغ روانی جدید شخصیت طفل انتخاب می شوند. اگر جنبه حالت من کودک در شخصیت بازیگر بزرگسال تجدید حیات پیدا کند استعداد روانی این بخش, زمینه این بخش جنبه بالغ بازیگر بزرگسال تجدید حیات پیدا می کند استعداد روانی این بخش جنبه بالغ بالغ حالت من کودک به قدری نوازش دهنده است و توانایی او در تحت سلطه گرفتن مردم و استفاده از آنها به قدری زیاد است که او را به زبان آمیانه پروفسور میگویند بنابراین در لباندرمانی گروهی که توجه روی تحلیل بازی ها متمرکز است یکی از سرفندهای پیشرفته برای یافتن این پروفسور کوچک در شخصیت هر یک از بیماران این است هر بیمار ماجراهای خود را در براه انداختن بازی ها در سنین دو تا هشت سالگی برای گروه کشیفته او می شود تعریف می کند و در اغلب مواقع این بازی ها چنان که پاجه آمیز نباشند باعث خنده های شادی بخش گروه می شوند و خود بیمار نیز به آن می پیوندد. یک بار که بیمار قادر به انجام دادن این کار شد بیچک در صدد یافتن راهی برای نجات خود از چنگ این رفتار نامناسب برمی آید و هرچه زودتر از شرش خلاص شود بهتر است آنچه ذکر شد دلایلی است برای اینکه چرا در تشریح رسمی یک بازی کوشش برای ارائه مثالهای دوران طفولیت یا حتی نوزادی آن بازی لازم است د کارکرد بازی ها از آنجا که امکان وجود پیوندهای صمیمانه بین مردم در زندگی روزمره بسیار کم است و حتی گاهی اوقات این صمیمیت و یگانگی به خصوص نوع شدیدش از لحاظ روانی برای برخی افراد غیر ممکن است بخشی اعظم از اوقات زندگی جد زندگی جدی اجتماعی اشخاص به اجرای بازی ها می گذارد. بنابراین بازی ها هم لازمند هم دلخواه و تنها مسئله موجود آن است که آیا این بازی ها برای شخص نتیجه مطلوبی نیز دارند یا نه در این رهگذر باید به خاطر آورد که اساتی ترین وچه بازی ها نقطه اوج یا برد آنهاست کارکرد اصلی حرکات اولیه بازی ها آماده کردن موقعیت برای برد است اما از طرف دیگر بازی ها طوری تحریزی شدند که در هر یک از مراحل بردی جنبی به دست می دهند. از این رو در بازی شلمیل بی ارزه دست که کسافت کاری می کند و بعد معذرت می خواهد برد و هدف بازی به دست آوردن بخشودگی و جلب توجه است که با اوستخواهی او بر دیگران تقریبا تحمیل می شود ریختن نوشیدنی یا سوزاندن تصادفی پارچه مبل با سیگار فقط کامهایی در این جهت هستند اما هر یک از این لغزش ها به نوبه خود لذتی به شلمیل می رسانند. لذت منبعث از ریختن نوشیدنی به نفس وجود یک بازی را تایید نمی کند. محرک که مهمی است که به عاقبت مطلوب می رسد. در غیر این صورت یعنی اگر اوز خواهی نشود ریختن نوشیدنی رویه خلاکارانه و, و شاید هم فقط قفلتی لذت بخش به حساب می آید. بازی الکلی هم شباهت ای به همین بازی دارد. منشه روانی آن هرچه باشد، البته اگر منشه روانی داشته باشد، مثلا نیاز به مشروب از لحاظ تحلیل بازی گام های اولیه برای بازی است که فرد برای مردم اطراف خود اجرا می کند. در جوامعی که مشروب خوردن را نه می کنند، این عمل ممکن است لذت های ویژه خود را ارائه دهد اما این اصل بازی نیست این منطق در نوعی خاص از این بازی به نام الکلی خشک بارستر است این بازی شامل همان مراحل است و به همان اوج و عاقبت کار بازی الکلی معمولی می رسد اما در آن از بطری خبری نیست مراجعه به صفحه 80 بعضی از بازی ها علاوه بر کارکرد اجتماعیشان در ساخت رضایت بخش زمان برای حفظ سلامت روانی اشخاص نیز نیازی ضروری محسوب می شوند. ثبات روانی این اشخاص به قدری موقتی و سست است و وضعیت روانی آنها چنان تشنجامیز و شکننده حفظ می شود که محروم کردن آنها از بازی ممکن است آنها را به ورطه نومیدی بیدرمان یا و یا حتی اختلال روانی بکشاند. این اشخاص با هر نوع حرکت به سوی آنتیتز مبارزه سرسختانه خواهند کرد این پدیده اغلب در مسائل زناشویی مشاهده می شود که وقتی یکی از طرفین در اثر روانهای روانی و بهبود پیدا می کند یعنی بازی های نابود کننده ازدواجش را رها می کند و از طرف مقابل به سرعت رو به ویرانی می روید. چون برای حفظ تعادل او این بازی ها اهمیت حیاتی داشته است بنابراین در تحلیل بازی ها لازمش جنبه احتیاط رعایت شود خوشبختانه یک پیوند انسانی صمیمانه آری از هر گونه بازی که عالی ترین شکل ارتباط انسانی است یا ممکن است باشد دارای پاداش ها و لذوزی آنچنان عظیم است که حتی شخصیت هایی که تعادل روانیشان ناپایدار دا است نیز می توانند اگر شخص مناسبی را برای پیوند های بهتر پیدا کردند با اطمینان و مسرت بازی هایشان را رها کنند در مقیاس گسترده تر بازی ها اجزای تشکیل دهنده پویا و غیرقابل قابل تفکیک طرح زندگی پیشنویس خام یا نقشه زندگی ناآگاهانه هر شخص هستند و زمان خالی انتظار آدمی را برای موفقیت نهایی پر می کنند. از آنجا که پرده آخر در هر طرح و نقشه بسته به آن طرح سازنده باشد یا ویرانگر ممکن است به معجزه یا به مصیبت بیانجامد. بازی های زندگی هر شخص نیز یا سازنده یا ویرانگرند. به زبان آمیانه شخصی که طرح زندگانیش همواره حالت شاد در انتظار عید و بابا نویل دا داشته است بیشک انسانی مطبوع است و شرکت کردن با او در بازی وای شما چقدر ماه هستید آقای فلان خالی از مسرد نیست در حالی که شخصی که طرح غمانگیز زندگی او حرکاتی به سوی خشکی مرگ نهایی است امکان دارد مدام به بازیهایی از نوع حالا گیرد آوردن پدر سگ بپردازد باید توجه داشت که استفاده از واجه های آمیانه در نامگذاری بازی ها از قبیل آنچه در فوق آمد جزء لاینفک بحث تحلیل بازی هاست و در گروه های رواندرمانی تبادلی و در همایش ها به سهولت و آگاهانه به کار می رود. اصطلاح خشکی مرگ از دهان زن بیماری بیرون آمد که تعریف می کرد خواب دیده مشغول کارهایی بوده است که می قبل از نزول خشکی مرگ بر جسمش آنها را تمام کند. بیمار دیگری در همان گروه موضوعی را متذکر شد که متخصص معالج متوجه نشده بود منتظر بابا نوئل بودن و منتظر خشکی مرگ بودن عملا یکیست. از آنجا که زبان آمیانه در نامگذاری و تحلیل بازیها حائظ کمال اهمیت است ما درباره این مطلب بعدا به تفصیل بحث خواهیم کرد ه ردبندی بازی ها تا کنون عوامل متعددی در تحلیل بازی ها و وقت گذرانی ها مورد بحث قرار گرفتند که هر یک از آنها را می توانیم در ردبندی اصولی بازی ها و وقت گذرانی ها به کار ببریم. برخی از محسوس ترین ردبندی ها بر اساس عوامل زیر صورت می گیرد. یک بر اساس تعداد بازیگران بازی های دو نفره زن سرد مزاج بازی های سه نفره یالا تو و او با هم دعوا کنید بازی های پنج نفره الکلی بازی های چند نفره چرا فلان کار را نمی کنی آره اما دو تیز های رایش کلمات روانپزشکی، پول بدهکار اجزای بدن درد جراحی سه انواع بالینی حمله ای مثل تجاوز و سواسی اجباری مثل شلمیل بدگمانی مثل چرا باید هرچه بلا هست و خردگی و افسردگی مثل باز هم خراب کردم چار نقاط بدن دهانی مثل الکلی مقعدی مثل شلمیل تحلیلی مثل یالاتو و او با هم دعوا کنید پنج پویای شناسی روانی ضد ترس مثل اگر به خاطر تو نبود برون فکن مثل انجمن خانه و مدرسه درون فکن مثل روان پزشکی شش قریزی خدازاری مثل اگر به خاطر تو نبود دگرازاری مثل شلمیل شی پرستی مثل مرد سر... سرد مزاج علاوه بر تعداد بازیگران سه عامل کمی دیگر نیز قابل ذکر است یک انعطاف پذیری بعضی بازی ها مانند بدهکار و درد جراحی را می توان با یک نوع واجه رایج بازی کرد در حالی که بازی های دیگر مثلا از نوع خودنمایی را می توان با واجه های رایج متعدد بازی کرد دو سرسختی بعضی از مردم بازی هایشان را به صورت رها می کنند در صورتی که دیگران مسرند. سه شدت بعضی از مردم بازی هایشان را در نهایت آسودگی ولی برخی دیگر با شدت عمل و نیروی تهاجمی انجام می دهد. چنین بازی را به ترتیب بازی های آسان و بازی های سخت می نامیم. سه عامل فوق نمایانگر کیفیت نرمی یا خشونت بازی ها هستند در افرادی که دارای اختلال ذهنی هستند این عوامل پیشرفت های قابل ملاحظه تری می کند به طوری که می توان خود این عوامل را به مراحلی تقسیم کرد فرد مبتلا به اسکوزوفرنی و اسکوزو گمان ممکن است مراحل اولیه بازی وحشتناک نیست را به طرز انعطاف ناپذیر به طرزی این پذیر شل ملایم و آسان شروع کند کم کم به حالت این ناپذیر سپس به مرحله سرسختی و سرانجام به مرحله شدید برسد مراحل یا درجات بازی را می به صورت زیر نشان داد الف بازی درجه یک بازی است که در انظار مردم قابل اجراست ب بازی درجه دو بازی است که از آن صدمه دائمی و غیرقابل جبرانی به بار نمی آید اما بازیگران ترجیح می دهند که در انظار مردم اتفاق نیفتد ج بازی درجه سه بازی است که علاجی ندارد و عاقبت هم به بیمارستان دادگاه یا خانه منتهی می شود بازی ها را همچنین می توان از نظر سایر عواملی که هنگام تحلیل بازی اگر به خاطر تو نبود ذکر شد رده بندی کرد هدفها ها و آشکارترین امتیازها ظاهرا بهترین روش علمی برای رده بندی ها بر اساس وضعیت وجودی آنهاست اما از آنجا که هنوز دانش کافی در این مورد نداریم استفاده از این عامل را باید به بعد موکول کنیم در تحلیل آخر عملی تریدندگی در حال حاضر احتمالا ردیبندی بر حسب جامعه شناسی است ولی این طریقی است که در بخش دوم این کتاب به کار گرفته خواهد شد